per il film Zanan Bedon Mardan. هنرمندی که بیشتر سالهای فعالیت هنریش را در خارج از ایران گذرانده، اما انتخاب رمان شهرنوش فارسی‌پور برای ساخت فیلم و مچبند صبر نشان از حساسیت او به وقایع گذشته و حال ایران دارد. من از این حکومت میخوام تا به مردم چیزی رو که سزاوارش هستن بده، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، و با مردم ایران با مهربانی رفتار کنه. از همه شما ممنونم و به امید برقراری صلح روی کره زمین. فیلم زنان بدون مردان داستان 4 زن را در سالهای کودتای 1332 ایران روایت می کند. اما شیر طلایی نصیب فیلمی شد که داستان 4 مرد را تعریف می کند. داستان عده‌ای سرباز اسرائیلی که در جریان حمله اسرائیل به لبنان در سال 1982 دنیای اطراف را از دریچه تانکشان می بینند. ساموئل مواز کارگردان فیلم خود آن زمان در ارتش اسرائیل خدمت می کرد. داستانی که از دلش برآمده بود بر دل هیئت داوران هم نشست. من این جایزه را به همه کسانی در سراسر دنیا تقدیم می کنم که مثل من از جنگ سالم به خانه برگشتند. در ظاهر حالشان خوب است، راه می روند، ازدواج می کنند و بچه دار می شوند، اما در درون خاطره جنگ همچون خنجری در روحشان باقی مانده. جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره ونیز هم به مرد مجرد رسید. کالین فرث، هنرپیشه 49 ساله انگلیسی، برنده این جایزه شد. و 66مین دوره جشنواره ونیز به کار خود پایان داد. اگرچه این جشنواره درخشان ترین جشنواره ونیز نبود، اما بیشک یکی از سیاسی ترین آنها بود. آیدین صالحی، BBC.